نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای جمعه و شنبه 28 و 29 جمادی الثانی 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با وجوب شکست خواندن نماز در سفر فرمودند: در روایت آمده که شکست شدن نماز هدیه خدای متعال به مسافر است که از نمازهای واجب کاسته است. معظم الله در ادامه فرمودند: برخی از منافقان اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این حکم الهی را نپذیرفتند که حضرت در این رابطه فرمودند: اگر کسی به شما هدیه داد، آیا شما دوست دارید که آن شخص هدیه شما را پس بفرستد؟ چرا هدیه خدا را پس می‌فرستید؟ لذا شکست شدن نماز هدیه خداست. ایشان همچنین تاکید فرمودند: خواندن نماز شکسته در سفر واجب است و در صورتی که شخصی نماز را در سفر تمام بخواند، نماز او باطل است مگر آنکه جاهل به مسئله باشد. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به اینکه این حکم از اطرت به ما رسیده فرمودند: احکام باید در قرآن کریم و یا روایات آمده باشد، چرا که پیامبر خدا فرمودند: کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، یعنی باید از این دو منبع احکام خدا را به دست آورد. و در این مسئله در روایات اطرت چنین آمده که اگر کسی که از شهر خود می‌خواهد به شهر دیگری برود و تا بعد از ظهر برنمی‌گردد، اگر نماز را شکسته نخواند هدیه خدا را پس داده است. لذا حضرت فرمودند: افطار در روزه و قصر در نماز هدیه و در نماز هدیه خداست، آیا دوست دارید که کسی هدیه شما را پس دهد؟ بنابراین هدیه خدا را پس ندهید. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اون که اون شخصی که به اصطلاح عامیانه کلاه سر خودش و خدا میذاره، اون حکم چیه؟ مثلا سوار میشه میره حدود شهری رو میره دور میزنه و دوباره برمیگرده، فقط گذشته. اگر اونش نه اگه تا 4 فرسخ یا بیشتر رفت اونجا خورد و برگشت، نه اشکال نه. بله اشکال نه. خود خدا تسهیل کرده یه جایی. مثلا بعد از ظهر، اگه قبل از ظهر که هیچ اشکال نداره. اگه قبل از ظهر برگشت.